دوستان ما قرار بود که شرمنده شما شدم، مثل این که خیلی این لایو به ما چسبیده به شما دوستان، خیلی صحبتمون زیاد شد دکتر، ما داریم لذت میبریم و خاطره رو میخوایم بشنویم. الان خواهش میکنم شاید باید چیز بود که این خاطره رو اصلا نگیم. واقعیت این بود که من یک جلسه شرکت کردم، گفتم تورم رو چجوری جلوشو بگیریم، گفتم باید یلد کرو اینورت بشه، اینورتد یلد کرو داشته باشی. فکر نمی‌کنم هیچ کس در اون جلسه متوجه شد چی میگه. دقیقاً همین، ما افراد متخصص مثل شما عزیزان زیاد داریم در این کشور، کم نداریم و حتی در خارج از کشور خیلی بیشتر. ولی خب یک واقعاً یک درد بزرگیه دیگه که افرادی دارند الان تصمیم گیری میکنن که حتی با اصطلاحات متاسفانه آشنا نیستن. به هر حال من اینجا خاتمه میدم، دوستان عزیز مطالبشون رو بفرمایید. باز در خدمت شما هستیم، حالا قرار بود زودتر من برم ولی باز در خدمت هستم. شاین اجازه هست من یه موضوعی رو بگم؟ بفرمایید. یعنی از منظر استاد استفاده بکنم. جناب پروفسور، این که من گفتم مثلا علل اول، بذارید ذهنیات رو بگم. یه عده ما بیت ماکسیمالیست داریم که امثال خیلی خیلی دو آتیشه تر از بنده و من که اصلا چیزی نیستم. تفکرشون اینه که سیستم پولی خط اعتبار، نظام پولی اعتبار رو کلن از بعد از برتون وودز رو، یعنی این رو فاسد میپندارن. حالا جنبش هایی هم ممکنه وجود داشته باشه که بر همین اساس هستن، یعنی کلن بر علیه آن چیزیه که هستن. و این که حالا به یک اسید کلاسی مثل، حالا نمیشه گفت اسید کلاس، ماها پذیرفتیم اسید کلاس بیت کوین رو، شاید اصلا چیزی نباشه که به عنوان کلاس دارایی قبولش بکنیم. پذیرفتن ناخودآگاه یه نگاه خیلی بدی به فیات دارن، در مقابلمون فیات ماکسیمالیستا رو داریم، یعنی کسایی که خیلی خیلی علاقه دارن به فیات. این که من گفتم علل اول، منظورم به اون دسته بود، چون فیات ماکسیمالیست کلا جوری دارن برخورد میکنن که مثلا این به همین ترتیب میتونه ادامه پیدا کنه. یه جا شما فرمایش کردید که اوراق ریخته، بازارها ریختن، S&P همونجور که فرمودید نزدیک به 20%، نزدک حول و حوش 35%، و بیت کوین دکتر تا به الان 77% رو بگم خدمتتون. و ما یه سری آلترناتیو اسست داریم تو کریپتو تحت عنوان آلت کوین ها، تکنولوژی های جدیدتر و شاید به مراتب کاراتری از بیت کوین، اونا 90 تا 95% ریخته. یعنی یه اوضاع افتضاحی این بر تو این مارکت ما داریم و انگار که این دنیا وارد یک حالت هجه آزادی شده که شما هر چیزی رو بگیری بر علیه دلار میزه، این هر چیزی رو بگیری بر علیه این دلاره، در نهایت دلاره داره قوی میشه و میزه. دکتر جان سخن کوتاه بکنم، ما کریپتو، جامعه کریپتو امروز برای اینکه بخواد یه تحرکی به بازارش بده، نیازمند بازگشت به سیاست‌های انبساطی نیست، که چون سقفو نمیخواد. اگر بخوایم ما سقفو داشته باشیم، ما نیازمند پول هستیم، نیازمند بازگشت به سیاست‌های انبساطی هستیم، نیازمند این هستیم که یه شرایطی باشه بازگشت به اون شرایط داشته باشه، حالا معلوم نیست صورت بگیره نگیره، که بریم سقف‌های جدید و اینا. و خیلی از رفقا رو می‌دونم کارشون فقط با سقف جدید راه می‌افته، یعنی اصلا جز این که بیت کوین نره بالای 70000 دلار کارشون راه نمیفته. 80%، 90%، 60% تو ضرر، یا حالتی که فقط اون کارو راه میندازه. اما یه ذره ریستر بشم، جامعه کریپتوی امروز به یک پاتو از رو خرخره من برداری نیاز داره که از سمت فدرال رزرو این رو بگیره و تصورش برای این که یه مقداری از حجم مشتقات کم بکنه. دکتر مشتقات داره آسیب میزنه به این بازار، واقعا درسته که ابزار کنترل ریسکه، ولی خیلی دست فضای دستکاری رو تو مارکت بسیار کم عمر کریپتو باز گذاشته و اصلا یه جلوه دیگه‌ای به این مارکت بخشیده که اصلا نمیتونست اینجوری باشه، حتی از ایدئولوژیش اساس پایش این شکل نباید بود، ولی مشتقات الان اون فشار رو داره ایجاد میکنه. یه مقدار فشار مشتقات کم بشه، بخش نقدی یا اثبات حجم بخوره، عرضه کمتری از بچهای بخش اثبات صورت میگیره و قیمت حالا تو اوردر بوک عددهای بالاتری رو میبینه. من تصورم اینه که جامعه کریپتوی کی به این برداشته میرسه و اینجا بتونه یه نوسان 40-50% بگیره، یه چیزی که باز اوضاعش رو بهتر بکنه، اینه که فقط به این نتیجه برسه که 50 نقطه ما یه 50 بیسیس پوینتی داشته باشیم، 50 نقطه به اونجا میتونه یک فصل خوب معاملاتی که حالا 3-4 ماه رو داشته باشه. در غیر این صورت الان تورم شرایط جوری اومده که ذهنیت جامعه کریپتویی، دکتر من پرانتزم باز بکنم ببخشید، هی حرفم حرف میاره، بنده جوانم
کم تجربه هم درس دارم پس میرم خدمت شما و خیلی خستم از جامعه بازاری که کامیونیتی بازاری که داریم. واقعیت رو بگم این بازار یک بازاری نبود که قرار باشه تریدیبل باشه که بخوام به معنی تحقق سود صرفا ازش استفاده بکنم. امروز اگر ما میبینیم که جمعیتی علاقه‌مند مباحث کلام هستن، مباحث اقتصاد پولی هستن چون بهش نیاز دارن، من ببخشید شاهین جان و امیر جان لطفا اگر حرف من اشتباهه تصحیح بکنم، کافیه که شیبا فردا 2x بزنه ما همه چیز رو فراموش میکنیم، همه چیز رو به باد میسپاریم و میریم دوباره سراغ مواردی که اصلا هیچ پایه و اساسی ندارن. دکتر نزدیک به 2 سال شخص خود من مسخره شدم برای اینکه بیت کوین و چه ربطی داره به عوامل کلان، اصلا بیا به من بگو که فلان چیز چه. منم درکم کم بود، یعنی به ازای همون درکی که داشتم سعی میکردم حرفم رو منتقل بکنم به دوستان، بگم آقا همه مدلایی که وجود دارن خطا دارن، من یه مدلی دارم بر اساس این شرایط انبساطی، بیت کوین هم یه بخشی از کالاست، کالا میتونه با شرایط انبساطی این شکل بشه و چیزهای دیگه. فکر میکنم تو فضای ایران هم همین باشه، فکر میکنم که من به نوبه نمایندگی از دوستان عضو کوچکی از کل کامیونیتی کریپتو و که اگه بپذیرم بنده رو به عنوان یک عضو کوچک، جناب پروفسور صدوندی ما نیاز داریم از امثال شما یاد بگیریم، ما نیاز داریم که بفهمیم که مارکتی که اینجوری هست عوامل کلانی در اون دخیل هستن و شما بیشتر به ما یاد بدید و ما بتونیم نقشمون رو بهتر ایفا بکنیم. ولی به شما میگم فردا روز این مارکت یه ذره حرکت بکنه همه اینا فراموش میشه و دوباره بحثای میاد وسط که اصلا جایگاهی نداره. در حال حاضر جناب پروفسور سخن کوتاه بکنم، سلامت بشید شما اینجا، سخن کوتاه بکنم، ما نیازمند یه پا از رو خرخرمون بردار هستیم، برای ما جامعه کریپتویی منظورمه، که بتونیم یه 40-50% بگیریم، یه 40-50% نوسان از بازار بگیریم، حجم مشتقات کم بشه، یه عددی بگیریم. میشه پیش بینی داشت که آیا در فصل 4 روم یه همچین شرایطی رو داشته باشیم یا باید منتقلش بکنیم به 2023؟ بله، ببینید 2-3 مورد در صحبت‌های شما بود که باید روش تاکید کنم. یکی این که اولا امیدوارم که شما دوستان کمک کنید، دعا کنید، هرچی، یعنی امداد غیبی بیاد ما این کلاس مدیریت ریسک رو ایجاد کنیم، آغاز کنیم. دقت می‌فرمایید. خیلی مطالب این کتابی که من ترجمه کردم کتاب ویژه‌ای بوده، یعنی در کتاب‌های درسی دیگر دفتر نمی‌بینید. یک فصلش فصل 3 هست. میاد میگه اثر مشتقات در بازارهای اندرلاین چی هست، در بازارهای زیرین چه هست، مثلا مشتقات، مثلا معادلات آتی که ارائه شده در بازار نفت چه تأثیری گذاشته بر بازار نفت. دقیق میفرمایید. خب در همه جای دنیا مثل کشور خودمون برداشت این بوده که مشتقات صدمه میزنه. مطالعات علمی در تقریبا تمام بازارها نشون داد که مشتقات یا بی اثر بوده یا صدمه نزده، به نفع بازار تموم شده، کارایی بازار رو بالا برده. شما ملاحظه فرمودید اخیراً وای از جهالت، وای اخیراً بازار فردایی رو متوقف کردند. 3 سال پیش بازار آتی طلا رو متوقف کردند. میدونید بازار آتی طلا چه کار میکنه؟ بازار آتی طلا طلا چاپ میکنه، یعنی به جای اینکه شما طلا داشته باشی اوپن اینترست روش میکنه میره بالا، شما قراردادهای بیشتری داری. حالا چرا شما به درستی جناب رجبی عزیز الان نگران هستید؟ بازار کریپتو، بازار در واقع مشتقات کریپتو باعث میشه بازار کریپتو کاراتر بشه. تعریف کارایی در بازار اینه که زودتر به انترنزیک ولی خودش میرسه، زودتر به قیمت ذاتی خودش میرسه. دقیق میفرمایید؟ وقتی قیمت دلار قراره بره بالا، اگر شما یک بازار مشتقات دلار داشته باشید زودتر میره بالا و این به نفع بازاره. دقیق میفرمایید؟ کسی که اقتصاد کار نکرده، دوستان عزیزی که اومدن مثلا بازار فیوچرز رو متوقف کردن، بازار فردا رو متوقف کردن، خب اینا رو نمیدونن، یعنی نمیدونن که بازار چگونه ممکنه به تعادل برسه. شما کاملا برداشتی که از بازار داشتید برداشت درستی، یعنی شما چی متوجه شدید؟ متوجه شدید در شرایط فعلی بازار مشتقات کریپتو انگار که یک سقفی گذاشته روی قیمت کریپتو. غیر اینه، البته من مضمون صحبت شما رو من برداشتم این بود که کاملا درسته، کاملا درست شما مشاهده کردید. دقیق فرمایید. اشکال کجاست؟
اشکال اینجاست. ببینید ما با چجوری بگم خدمتتون، احساسات ما بازار رو شکل نمیده. یعنی این که من 50% نیاز دارم که از بازار خارج بشم، خب همه 50% نیاز دارن از بازار خارج بشن، ممکنه که بازار این رو در اختیار ما قرار بدهد یا ندهد. یه خاطره جالب خدمتتون عرض کنم. اخیراً برخی از دوستان من وقتی که بیت کوین اومد روی 16,000 قرار گرفت، حالا ما قیمت 63,000 گفته بودیم ما که شما بفروشید، وقتی که رسید به 17,000 تو 3-4 ماه پیش بود، خلاصه با من تماس گرفتن آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. من گفتم خب بفروشید، فرصت که پیدا کردید بفروشید. همین صحبت که الان شما فرمودید، گفتم ممکنه بالا بره، فرصت که پیدا کردید بفروشید. وقتی رفت به 22,000 دوستان به این نتیجه رسیدن که اصلا نفروشید. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی ببینید اینا خیلی سخته، مسائل رفتاری اینجا خودشو نشون میده. حالا شما هرچی به من بگید که آقا مثلا شما توصیه بکنم، خب وقتی قیمت رفت بالا نمیتونن افراد، بالاخره این مسائل احساسی هست. این که افراد یک فردی میشه وارن بافت چون میتونه بر احساسات خودش سرپوش بگذاره. من برداشتم این است که بازار کریپتو هم مثل بازار طلا، حتی بازار طلا کمتر از بقیه. یعنی من برداشتم این است که یک زمانی حدود مثلا 6 ماه دیگه تا 1 سال دیگه، دیگه قیمت، همون صحبت که شما به درستی هر دو بزرگوار اشاره کردید، 1 سال دیگه دیگه پالیسی اسپیس برای افزایش نرخ بهره در منطقه دلار بسته بشه. وقتی بسته بشه دلار قوی هم شروع میکنه به تضعیف، نه تضعیف خیلی جدی، ولی شروع میکنه به تضعیف. وقتی دلار تضعیف بشه، اگر اون زمان طلا 1400 باشه، ممکنه تا 1700 1800 هم افزایش پیدا بکنه. یعنی 2 سال از الان ممکنه قیمت طلا افزایش پیدا بکنه. آیا در اون زمان اهالی کریپتو گزیده شدند و دیگه بازار بالا نمیاد، یا اینکه همزمان با تضعیف دلار در حدود 1 سال تا 2 سال دیگه بازار کریپتو افزایش پیدا میکنه؟ الان نمیتونم خدمتتون پاسخ بدم، ولی برداشته من این هست که فعلا شرایط دلار قوی متاسفانه ادامه پیدا میکنه. متاسفانه چرا متاسفانه؟ برای اینکه تمام بازارهای دارایی، از کامادیتی شما در نظر بگیرید تا سهام تا اوراق تا کریپتو تا حتی طلا که کسی باورش نمیشد، بسیاری از بزرگان یه دونه استثناء قائل بودن، اون هم طلا بود. حتی طلا هم فعلا در مسیر نزولی خودش ادامه پیدا خواهد کرد. باز اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم جناب شهرودی. حالا من میدونم شما اصلا عدد و رقمی نیستید، ولی میتونید یه ناحیه، حالا هر چقدر بزرگ برای دلار به ما بگین. من یعنی شاخص دلار رو درس کنم؟ بله بله. DXY. بله. بله بله. ببینید من برداشتم اینه که به حد غایت خودش رسیده، ولی در اینجا یک مقداری تثبیت میشه. ممکنه 5% دیگه دلار تقویت بشه. بیشتر از این نمیبینم. ولی همین 5%ش ممکنه، اگر که تا الان بیت کوین تا الان 70% کاهش پیدا کرده، ممکنه که دوباره مثلا برسه مثلا به 12,000، برسه به 10,000، برسه به 15,000. خیلی احتمالش هست. دقیقا فهمید، مخصوصا که بعد از این که بازارهای دارایی وارد رکود خواهند شد. دقیقا فهمید دوستان عزیز، بازارها احتمالا وارد رکود جدی نمیشن. چرا؟ برای این که در واقع تورم کاسپوش که کاهش پیدا میکنه، فشار هزینه که کاهش پیدا میکنه، اجازه میده اقتصاد ما رشد کنه دیگه. دقیقا فهمید، به جای نفت 100 دلاری ممکنه نفت 50 دلاری اقتصاد دریافت بکنه. ولی بازار اسید میتونه مدت‌ها در رکود بمانه، مثلا 2-3 سال بازار اسید کلاس میتونه در رکود بمانه، کل اسید کلاس ها. حالا اگر در رکود بمانن چه اتفاقی میفته؟ این باید روش بررسی بشه. حالا یک مسئله وجود داره، اون باز در مورد کریپتو نیست، بنیادی کریپتو بنیادی نداره. یعنی ببینید چرا میگم بنیادی نداره؟ سهام رو چجوری قیمت ذاتیشو به دست میارن؟ ارزش فعلی جریان نقدی آینده، کشفلو، ارزش فعلی کشفلو رو شما در نظر بگیرید. حالا اتفاقی که من میخواستم برای این بازار سهام بدبخت ایران انجام بدم، که متاسفانه فعالان با مدیران با وزیران با بالاتر از وزیران همه با هم دیگه متحد شدن که این بازار رو هر روز بدتر بکنن، هر روز تقریب بیشتر باشه، این هست که دقت بفرمایید.
بازار سهام خواستی رشد بدی، باید اون نرخ دیسکاونت ریت رو رشد بدی یا کاهش بدی. نرخ دیسکاونت ریت، تمام سیاست شما باید بره به سمت اینکه نرخ دیسکاونت رو کاهش بدی. آقای محترم فعال بازار سهام که واهمه پیدا میکنی میگی نرخ بین بانکی از 20.5% رسید 20.75%، پس بازار باید سقوط بکنه. اصلا چنین چیزی نیست. اصلا با این نرخ نیست که بازار سهام سنجیده میشه، چه در ایران چه در خارج از ایران. دقیق میفرمایید. حالا بعدا اگر فرصت شد من بعد یک کلاسی بگذارم در این زمینه، شاید گذاشتم، چون واقعا ما یک برهوتی در ایران داریم، یک صحرایی داریم به نام صحرای ارزش سنجی. یعنی اصلا افرادی که هیچ گونه صلاحیتی ندارن به عنوان استاد ارزش سنجی اومدن صحبت میکنن. همه ارزش سنجی هم برمیگرده به دو مورد: تخمین جریان نقد آینده و از اون مهمتر چی؟ تخمین اون دیسکاونت ریت. اون دیسکاونت ریت خیلی مهمه. حالا چی دارم خدمت رو عرض میکنم؟ برداشت ما این هست که مثلا 6 ماه دیگه تا 1 سال دیگه نرخ بلند مدت بهره کاهش پیدا کنه، نرخ بلند مدت ریسک فری کاهش پیدا کنه. اگر ریسک پریمیوم در همین سطح امروز بماند، وقتی نرخ بلند مدت ریسک فری کاهش پیدا میکنه، یعنی قیمت سهام باید افزایش پیدا کنه. بنابراین در مورد سهام ما میتونیم بگیم که 1.5-2 سال دیگه ممکنه از این نظر شرایط بهتر بشه، به شرطها و شروطها. اگر اقتصاد، بخش واقعی اقتصاد، وارد رکود نشود، وارد رکود سنگین نشود، اما شما میبینید که به قول شما نزدک 35% پایین اومده، شاید 15% دیگه هم پایین بیاد بشه نصف. شما ملاحظه بکنید که مثلا 9 ماه دیگه، مثلا از ماه تابستان سال آینده، شما میبینید بازار سهام مثلا 20% رشد کنه. این چنین احتمالی خیلی قویه که این احتمالی میره. در مورد کریپتو هنوز ما مدل ارزش سنجی اینتریزیک دقیقی نداریم که بگیم ارزش ذاتی این بازار باید چقدر باشه. یک نکته آخر خدمت شما عرض کنم که من یک پیشنهاد داشتم، شاید جناب رجبی در کلاس من شنیده باشن. من سال هاست میخواستم یک کریپتوی رو به وجود بیارم، ولی خب نتوانستم با افراد صاحب صلاحیت در سطح بالای کشور، چه در ایران چه در سایر کشورها، ارتباط برقرار کنم. باور بنده این هست که یک ارز کریپتویی به وجود میاد که این به صورت این ارز فیات امروزی که در اختیار حاکمیت ها هست نیست، ولی یک شورای مستقل بین المللی به یک نحوی عملیات بازار بازی رو این انجام میدهد. یعنی ارزش رو سعی میکنه تا یه حدی کنترل بکند. و برداشتم این است که اگر یک چنین ارزی به وجود بیاد، احتمالاً درون خودش قابلیت های سمارت کانترکت هم داشته باشه. این پروژه که از 2017 تا امروز بنده میخواستم اجرا کنم، متاسفانه صدا به جایی نرسیده. اگر این اتفاق بیفته، این ابزار جایگزین چی میشه؟ جایگزین LC میشه، جایگزین ارز در مراودات بین‌المللی میشه، یعنی جایگزین یورو دلار میشه، جایگزین دلار بین‌المللی میشه. دقیق میفرمایید. این اتفاق بیفته، یک پیشرفت بزرگی در بازار کریپتو خواهد بود و من انتظار دارم با این پیشرفت‌های تکنیکی که الان داره اتفاق میفته، در نهایت یک روزی به اونجا برسیم. کشور سنگاپور یک رمز ارزی رو یک مدت پیش گفتن که ایجاد کرده که چنین خصوصیاتی رو به صورت حداقلی داره، ولی من دیگه بعد از اون اطلاعاتی ندارم که به کجا رسید. باز عذرخواهی میکنم از اطاله مطلب. جناب شاه مرادی، شما یه مدت زیادی سکوت کردید، من باز عذرخواهی میکنم. من شایدم که آقا، من فقط گوش میدم. خیلی شما این بحث رو با این مطالب کمی که فرمودید واقعا قنا دادید، واقعا تشکر میکنم از شما. من شاگرد شما هستم و افتخار میکنم به این شاگردی. نکات رو برداشتم از میون صحبت های اساتید عزیزم و یک نکته مهدی جان اشاره کرد و من میخوام تأکید کنم روش. خیلی خوش، من آدم مجازی نیستم و یک تایم محدودی هم برای خودم یعنی قرار دادم که فعالیت کنم و بعدش این فضای بی سر و ته رو به خودش بسپارم و آنچه که در بعدش اتفاق افتاد، یک خلأ آموزشی بزرگ در جامعه احساس کردم و با یک هدف، با جناب دکتر رجبی برادر آقا مهدی صحبت کردم. من نیم ساعت با ایشون صحبت کردم. این خلأ رو با هدف
ایجاد دیدگاه و ذهنیت صحیح در بازارهای مالی امیدوارم که بتونم. از اونجایی که نیت واقعا صادقانه بود، خالصانه بود، از بس که من خبر بد شنیده بودم جناب دکتر، از بس که مردم می اومدن صحبت کردن از خودکشی ها، از دست رفتن های زندگی، همش به سبب این که تعدادی بلاگر، اینفلوئنسر های اینستاگرامی در حال اصلا توییتر، اصلا اینستاگرام نه، مردم و سرمایه های مردم رو جهت دهی کردن به سمت نابود. افراد بی سواد، بی تجربه، بدون آگاهی با اهدافشون. و آیه اسدی باعث و بانی خیر شدن. من ایشون رو نمیشناختم. یکی از دوستان پیام داد که آقا شاهین جواب ایشون رو بده و ما با ایشون صحبت کردیم و مدتی گذشت و قرار ملاقاتی شد و حالا کار نداریم چی شد که به اینجا رسید. ولی خب یه حرفی زد واقعا برای من خیلی، گفت که واقعا احساس میکنم شاهین جان خدا داره یه سری چیزا رو جور میکنه برای اینکه واقعا مردم دیگه آسیب نه. و این آسیب دیدن مردم در این مملکت در بازارهای مالی، اونم در یک اشل جهانی، شما وقتی توی کریپتو، استاک مارکت، فورکس کار میکنی، ما توی اشل جهانی داری کار میکنی، مگه میشه توی اشل جهانی کار کنی جهانی فکر نکنی؟ مگه میشه اونجا کار کنی و اقتصاد کلان ندونی؟ مگه میشه اونجا کار کنی و فاندامنتال ندونی؟ ندونی چه اتفاقی توی اوراق قرضه داره میفته؟ ندونی چه اتفاقی توی نرخ بهره ها داره میفته؟ ندونی چه جوری داره نرخ وام مسکن توی آمریکا اینجا تو زندگی شما اثر میذاره؟ مگر میشود؟ لذا تصمیم گرفتیم این اتفاق بیفته و امروز، امشب در این لحظات عزیز فکر میکنم نقطه عطفی خواهد بود در آینده. و با حضور جناب دکتر سعدبندی بنوان من، ایشون رو چند بار به خود شما، من شما رو در قامت وزارت میدیدم، من شما رو در قامت ریاست بانک مرکزی میدیدم. آقای خیر بفرمایید. و امیدوارم که واقعا سرمایه ها به شما، امثال شما، ما که مثلا فعال هستیم، مثلا خودمون رو توی این قامت ها نمیبینیم، ولی شما ها وزنه های علمی این کشور هست، شما ضمانت آینده این کشور هست. و یکی مثل من اعتقاد دارم اقتصاد همه چیز هست. یه پست گذاشتم مثلا اقتصاد حتی تعیین میکنه شما با کی ازدواج کنی، چند تا بچه داشته باشی، چه جوری زندگی کنی. اقتصاد تعیین میکنه چقدر عمر کنی شما رو تخت بیمارستانی، اقتصاد تعیین میکنه چقدر شما عمر کنید. و وای به حال مردم و کشوری که ندونن اقتصاد چه هست و از منابع علمی اقتصادی خودشون استفاده نکنن. این موضوع اول. و از همه کسایی که تو این لایو هستن و خواهند دید هم خواهش میکنم که انتشار بدن، این زنجیره رو گسترش بدن، قطع نکنن و کمک کنن دست در دست هم. من هیچ بهره از این صفحه مجازی نمیبرم، فقط برای من هزینه است و وقت منو میگیره، از خانواده‌ام دارم میزنم و همش هزینه است و امیدوارم که استفاده بشه. در بریم سراغ صحبت ها. بحث خیلی گسترده شد، از یک موضوع کلان گسترده رسید به جاهایی که ما دنبال یه ترید هستیم که چند درصد، مثلا 20% 40% روی کریپتو یا مثلا 10-15% روی استاک بتونیم سود کسب کنیم. راجع به شاخص دلار آقای دکتر صحبت کردن، توی دو تا سکتور من خواهم این رو بررسی کنم. شاخص دلار تقویت خواهد شد در دو سکتور متفاوت. در سکتور اول، آنچه که در اقتصاد خود آمریکا در حال رخ دادن هست، تمایل به تقویت دلار دارد، هرچند که کارکشن هایی داریم که این کارکشن ها میتونن فرصت های چند ده درصدی در کریپتو بدن. این دوستان وقتی ما میگیم دلار در واقع در جهت تقویت در دنیا هست، به این معنی نیست که کریپتو مثلا بیت کوین همینجور شره کنه بره بشه 10000 دلار. اینها در طول این مسیر کارکشن های بسیار خوبی خواهند داد که در تایم خودش، در فاندامنتال های تایم پوینت، در ترید های تایم پوینت تکنیکالی میتونید اینا رو در سکتور دوم، آنچه که دی ایکس وای رو تشکیل داده مثل یورو، به شدت در نقطه ضعف هست و صحبت های جناب دکتر این رو تایید می کنند که اونها به نحوی بهره میبرن از این تضعیف در ناحیه یورو. چرا؟ یورو اگر میخواست واقعا این کار رو انجام بده، آنچه که در تیر تی آرو هست، اون وام های گسترده ای که به کشورهای اروپایی داده، اونا رو جمع نکرده، حتی نرخ های بهره شون رو یه کوچولو برد بالا، دوباره پشیمون شد، دوباره برگردون، یه جوری بیخیال شد که آقا پولا دستتون باشه هیچ. نشان میده که واقعا
اونها توانایی این که مثل آمریکایی‌ها بخوان انقباضی عمل کنن ندارن و یورو کاملا در نقطه ضعف هست. این از سکتور دوم، در بخش دوم، در یک موقعیت دیگر باز هم کمک خواهد کرد به تقویت دلار. تقویت دلار شاید علی ظاهر بر روی NX آمریکا اثر بذاره، اما یادمون باشه که آمریکایی‌ها سال‌هاست، اونها از جنگ جهانی دوم میمار تقریبا توی تمام سال‌ها اونا یه تراز تجاری منفی داشتن و یادمون باشه تراز تجاری منفی اونا به دلار هست و تمام دنیا داره همه چی رو به دلار حساب می‌کنه. بخش عظیمی از سرمایه از دلارها در جهان، در دلارهای آمریکایی اصلا در آمریکا نیستن، اونا در کشورهای دیگه هستن، در جای دیگه هستن، رزرو بانک‌هاشون هستن، سنترال بانک‌ها هستن. لذا اگر میگیم که دلار در یعنی در حال تقویت هست، دوستان چون از طیف وسیعی توی این لایف هستن، این به این منظور نیست که قرار استاک مارکت شروع کنه بره پایین. نمیدونم الان 20% کاهش پیدا کرده، دوباره مثلا 15% که بره پایین. تماما DXY در این مسیر قطعا کورکشن های خوبی خواهد داد که توی کریپتو فرصتاش فوق العاده است. ببین توی کریپتو راحت شما میتونید 30% بگید، شما 20000 تا رو بکنید 40000 تا دیگه تمام. این صحبتی که مهدی جان کرد راجع به این که چرا همه چسبیدن مثلا به این که آقا سقف بزنه اینها، این سقف زدنه فعلا اصلا شرایطش رو نمیبینم و بازار آپشن کاملا داره اینو کنترل میکنه. بازار آپشن یه صحبت هم این بسر کنم یادمون که آی دکتر راجع به ریسک منیجمنت صحبت، امیدوارم این کتاب رو حتی اگر ایشون یعنی چاپ نکرد حداقل تدریسش به هر شکلی میتونه کمک کنین اصلا برای انتشارش. واقعا من که پیش قدم باشم. اصلا اگر مردم ما میدونستن ریسک منیجمنت چیه، اسست منیجمنت چیه، مانی منیجمنت چیه، کپیتال منیجمنت چیه، ریسک منیجمنت، اگر اینا منیجمنت ها رو میدونستن، اصلا هیچ کس دیگه وارد این بازی ها که شت کوین رو نمیدونن اون چیه، میم کوین و اصلا بورس و بورس هر هفته میان تحلیل میکنن. من این انتقاد کنم از خیلیشون اساتید من هستن، یعنی در جایگاه اساتیدی من هستن، هر هفته یک تحلیل، هر صبح یک تحلیل برای کریپتو، میگم برای سهام مثلا تهران، بورس تهران. آخه برادر من این صحبتی که شما میکنی، شما شاید یه فعال حرفه‌ای باشی ولی مردم نیستند. آقا داره شغل خودش، اون اینکام داره، اون درآمد داره، اینجا سرمایه‌گذاری، اینجا اینوستینگ، قرار نیست هر صبح بیاد پیج شما رو نگاه کنه که شما میخوای بگید چی میره بالا چی میاد پایین. شما باید دیدگاه سرمایه گذاری به مردم القا کنید، شما باید دیدگاه اینوستینگ به مردم القا کنید، شما باید مانی منیجمنت، ریسک منیجمنت رو به آقا یاد بدی که چجوری تو زندگیش ریسک های مالی، ریسک های اقتصادی خودش رو در واقع منیج کنه. متاسفانه این بخش بزرگ دیده، یعنی این بخش بزرگ خلأ منیجمنت ریسک ها، منیجمنت اسست ها، منیجمنت پول ها به شدت در جامعه احساس میشه و من امیدوارم دکتر حالا خودش صلاح میدونن به بهترین شکل بتونن واقعا این دیتا رو منتقل کنن به مردم و این اتفاق رخ بده. در خصوص مشتقات و که مهدی جان صحبت کردن، من گفتم موضوع دیگه صحبت کنم ولی خب خیلی گسترده شد و ببخشید آقای دکتر من زیاده گویی میکنم، امیدوارم که میخوام جمع‌بندی بشه، یعنی صحبت ها به یک نتیجه. مشتقات همون جوری که باعث میشن که ولاتایل کنن مارکت رو، همون جور هم امکان این رو میدن که مارکت از یک حدی، مثلا این کریپتو بیت کوین، خب شاید مشتقات همینجا باعث میشه که هر بار که شما وارد ایریای فوق مانسلی مثلا سایکل قبل بشی، همینجا دوباره لانگ به شما و دیدی که چه اتفاقی بود. این حالا یه بحثایی هست که مشتقات لیکویدیتی میاره، مشتقات میتونه هج کنه، اینها رو کار نداریم. مشتقاتی که ما الان بد میدونیم برای کریپتو به دلیل عدم گستردگی در اسپات هست. آره این اسپات اگر کلمه درست فارسیشو نمیدونم چی بگم، اگر دیستریبیوشن داشت، اگر اسپات دیستریبیوشن، اگر بیت کوین ها پخش بودن، اگر 19 میلیون بیت کوین در دست افراد زیادی از این UTXO ها ریز بودن، مهدی جان چی میشه؟ غیر متمرکز بودن در واقع. آره غیر متمرکز بودن، اگر در دست افراد بیشتری بودن، یعنی مثلا یه نهنگ نبود که چند زارتا داشته باشه، این پخش بود، آپشن به ما کمک میکرد که ما خیلی
به اون هدفی که ساتوشی مرحوم محفور هر کی بود برسید. بیت کوین زاده یک بحران هست. بیت کوین یک انتقاد بزرگ به اقتصاد همیشه در انبساط هست که معتاد هست به پرینت کردن پول و حالا به نقطه‌ای رسیده که باید ثابت کنه که میتواند به عنوان یک کرنسی، به عنوان یک asset، به عنوان یک کامودیتی، هر کسی اعتقادات خودش رو داره، equity، اثبات کنه که میتواند این کار رو در آینده انجام دهد. ولی متاسفانه طی این 12-13 سال اون دیستریبیوشن اتفاق نیفتاد. به اعتقاد متاسفانه اتفاق نیفتاد و در سایکل قبل به دلیل حجم گسترده پولی که در دنیا چاپ شد و اینکه مردم زیادی تو خونه هاشون نشسته بودن پای سیستم، در واقع بازیچه بازی های بزرگان این مارکت شدن، به نحوی که حتی شرکت های بزرگی هم وارد کریپتو شدن بی سر و صدا. و مهدی جان متاسفانه اونها دیدگاه های کلاسیک دارن نسبت به این، حالا asset بگم هرچی، و تا زمانی اونها هستن با این حجم از دارایی این اتفاقات در کریپتو رخ نخواهد داد. یعنی چی؟ اونها دیدگاه کلاسیک دارن، منظور اینه که اونها نگاه S&P 500 میکنن، اونها نگاه interest rate میکنن، اونها نگاه میکنن به اوراق قرضه، اونها ییلد ها رو مرتبا چک میکنن که داره 2 ساله و 5 ساله چطوره، ریل اینترست ریت رو چک میکنن. اونها با این دیدگاه صاحبین کریپتو شدن و اون دیستریبیوشن اتفاق نیافتاد، علارغم اینکه UTXO ها همچنان روند سقوطی داره، اما اون اتفاق نیفتاد. در موضوع آخر هم که میخوام بگم دیگه همین، حالا بقیهش دوباره بعد از صحبت مهدی جان صحبت کنم، راجع به اوراق قرضه و این صحبت ها بود. یه نکته من بگم راجع به بخش املاک و اتفاقاتی که توی دیتاهای املاک داره میفته. جناب دکتر، املاک در آمریکا، املاک در آمریکا، اینونتوری املاک، اگر بخوایم اسم بذاریم براش اینونتوری، اونها اشتباهات بحران سال 2008 دیگه تکرار نمی‌کنن. اونها دست به ساخت و سازهای گسترده توی یک سال اخیر نزدن. میزان پرمیت های مجوز های ساخت به شدت کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون اونها این ذهنیت رو دارن که میتونه این اتفاق رو، تمام تک تک دیتا، NAHB، مجوز ها، وام مسکن توی آمریکا طی یک سال اخیر از عدد 2.7% رسیده به بالای 6%. این چقدر سخت کرد. بیش از 8 میلیون نفر مستقیما در صنعت ساختمان سازی در آمریکا کار می‌کنند. 18% GDP آمریکا رو بخش ساختمان سازی، یعنی تشکیل 15-18%، حالا متغیر بوده، شما اصلا بگو همون 15%، و این حجم اشتغال مستقیم غیر مستقیمش بمونه، و این داره مرتبا با سرعت بالای کاهش پیدا میکنه. از عدد 85% ما رسیدیم به 49% در داده NAHB، و این وحشتناکه. با توجه به اینکه توی کوارتر بعدی کلا فصل ساخت و ساز نیست، کوارتر چهارم توی آمریکا اصلا فصل ساخت و ساز نیست، یعنی خود دیتاهای هیستوریکال هم بخواید چک کنید اصلا هیچ خبری اونجا نیست. اینها به شدت بر روی PMI های مختلف سرویس و مانیفکتچر اثر داره. حالا این که اثر گذاشت روی این دیتای بسیار مهم توش، خیلی مثلا توش ما اشتغال داریم داخلش، توش نیو اوردر داریم، توش سپلایر دلیوریز داریم، حالا راجبش صحبت میکنم، و این شاید باعث بشه که رکود محسوس‌تر بشه، ملموس‌تر بشه، و شاید اقدامات فد، شاید اصلا نمیشه واقعا راجبش صحبت کرد، چون چین خیلی الان معیار بزرگی است، راجبش صحبت نشد. شاید یکم از شدت هاکیش بودن خودش، با توجه به اینکه برای اینترست ریت واقعا دیگه جا نداره، یعنی اون جای زیادو نداره، اون صحبتی که آقای دکتر کرد، نخواد دیگه بالانس شیت خودشو به شدت بخواد کاهش بده. این نکته رو گفتم که فرصت هایی دیده میشود بچه‌ها در کریپتو و استاک مارکت برای اینکه بتونید ترید داشته باشید، نه اینوست. فقط ترید، و ترید کردن کار سختی است، توصیه نمی کنم. و اگر بخوام کل صحبتامو جمع بندی کنم، چون خیلی داره صحبت میشه و آقای دکتر نمیخوام اذیت کنم، توصیه من به همه مردم سرزمینم DCA هست، دلار کاست اوریج، تنها راهی که شما رو در هر جایی موفق خواهد کرد. من اینو از بچگی یادم، از 19 سالگی که اولین درآمدمو داشتم، تنها راه این است که همیشه
یک مقدار پولی رو برای یک دارایی مشخصی در بخش‌های مختلفی خریداری کنید. خوبیش اینه که حالا مردم کم سوادشون رفته بالا میتونن مارکت سایکلینگ چی هست، یک کمی راجع به اقتصاد کلان میدونن و نیاید اینقدر سمت این مسائل و اهرم زدن و نمیدونم ترید کردن و نمیدونم دیگه میم کوین و شیت کوین و این داستانا نرید. این باشه تا اینجا، اگر لایو ادامه داشت دیگه جمعیت گم خواهم کرد. آقای دکتر بازم ببخشید شما کم حالت خوب نبود. بسیار عالی بود جناب مهدی، خیلی لطف کردین. فقط من یه سوال از مهدی جان دارم راجع به همون صحبتی که شاهین جان کردم. به نظر دیکاپلینگ اتفاق میفته توی این رکود احتمالیه؟ همین خواهم من بابت دیکاپلینگ، چون میدونم خط فکری شاهینو، اینو بگم، من پیگیر شاهینم، مخاطب شاهینم، میدونم خط فکریشو و را داره بگیریم رو هم بحث کنیم، اینو اجازه میخوام الان جوابشو ندم. یعنی کاملا این بحث برانگیزه. من نگام نسبت به دیکاپلینگ یه چیزی بوده که معتقد بودم اتفاق میفته، الان یه مقدار، نه یه مقدار نه، خیلی فرق کرده، ولی یه سری فکتای باحالی دارم، یه سری ادله باحالی دارم که قطعا ایراداتم میتونه شاهین جان بگیره. بسر همین اجازه میخوام که الان، ولی اگه یه خطی جواب بخوایم، اون دیکاپلینگی که استاک مارکت بمونه، بیت کوین حرکت کنه، خیر، اون اتفاق نمیفته. خب من میدونم که دکتر بیمار هستن، یه مقدار کسالت دارن، اگر جان موافق باشه، جان دکتر موافق باشن، جان شاهین شامرادی موافق باشن، این لایف ها رو ادامه دار بکنیم، چون که آقا مهدی، آقا دکتر، جان شاهین، من معتقدم که این هاست که به مردم واقعا کمک میکنه. و نها کنید یه سوالی که خیلی از من میشه شاهین جان اینه که ما این دارایی رو، حالا این آلت کوین رو کجا بخریم برای هولد؟ میگم اصلا الان نخریم، اصلا فکر خرید و فعلا از ذهنتون بکنید بیرون. به قول شاهین جان، تنها کاری که الان میشه کرد ترید، و ترید سواد میخواد، ترید دانش میخواد، و حالا ترید اصلا توی ارزهای دیجیتال هم زیاد جالب نیست. خیلی لطف کردید که اومدید توی این لایو، ممنونم از همتون. آقا مهدی با ما هستین توی لایف های دیگه؟ میدونم که خیلی مشغله دارین، دانشگاه دارین، افتخاری برای من، چرا که نه، حتما من افتخار برای من. من میگم اصلا اولم لایو اومده بودم، یکاش من نبودم، فقط گوش میدادم، یعنی درخواستم اینه، ولی موثرم، چرا که نه، حتما حتما استفاده میکنم. قبل اینکه لایو تموم شه یه سوال دانشجویی بپرسم از آقای دکتر، ببخشید دکتر اگه حالتون هم بده، یه سوال داشتم. من به عنوان یک اقتصاددان، من افرادی که میتونن بهشون اقتصاددان بگم خیلی آدمای محدودی هستن، یعنی اصلا 5 تا، شما به عنوان یک اقتصاددان، به عنوان یک کسی که استاد اقتصاد کلان هستید، آیا اگر امروز در شرایط کرونی اقتصاد جای جروم پاول بودید، این سیاست ها رو انجام میدادید، یا چه کاری اضافه تر میکردید، چه کاری رو نمیکردید؟ میخوام، یعنی تمام آنچه که شما به عنوان یک اقتصاددان هستید در تایید کارهای اون تعداد افراد FOMC و در نهایت جروم پاول هست، دیدگاه و ذهنیت شما چقدر درست، یعنی دیدگاه اونا چقدر درست هست با آنچه که در ذهن یک اقتصاددان کلان میگذره؟ بله بله، خب سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. من واقعا در این موارد در واقع دیدگاه دارم، دقیق می فرمایید، دیدگاه تئوریک دارم، منتها خیلی وقتا دیدگاه تئوریک خودم رو الان صحبتهایی که دوستان کردن، من بعض وقتا متوجه شدم که شاید از دیدگاه تئوریک خودم مثلا در کلاس گفتم و متأثر شدم، خودم سعی میکنم نگم. حالا چرا؟ برای این که خب مثل یک پزشک، ممکنه یک پزشک یک سری اعتقادات خاص داشته باشه، اینا باید تست کنه، اینا رو باید بپروره، دقت میفرمایید، ببین آیا نتیجه میده یا نمیده. من اتفاقا جز با اون معدود اقتصاد، من کاملا سیاست گذاری پولی رو میشناسم جناب شاه مرادی، کامل میشناسم. یعنی من ببینید، یه چند نفرم بعضی وقتا بد اخلاقی کردن، من یه بار در توییتر نوشتم به جز بنده کسی نمیتونه تورم رو در ایران کنترل کنه، بعضی اومدن توهین کردن. آقا واقعیته، بپذیریم، دقیق فرمایید، نه چیز زیادی من نمیدونم، ولی میدونم که بقیه نمیدونن، میبینم که اطلاع ندارند. و دوستان عزیز، من چیز زیادی هم ندارم، همین دوره سیاست گذاری مدرن پولی رو بگذرونید،
این دوره اقتصاد کلان چیزی نیست، 140 ساعت بیشتر نیست، 140 ساعته. نمیگم 5 ساعته که مقصد کلان یاد میگیم، 140 ساعته. 140 ساعت رو بگذرونید، ما با هم دیگه تقریبا هم لول خواهیم بود. یعنی 90% صحبت رو دقیق میفرمایید. ببینید، وقتی شما پزشک هستید، برای بیمار ممکنه خودتون اعتقاداتی داشته باشید، ممکنه برای پدر خودتون اجراش بکنید ولی برای بقیه مردم اجرا نکنید، بنا به دلایل. حالا چرا اینو گفتم؟ عرض کردم خدمتتون، من باورم این هست، همین مسیری که آقای جرمی پاول و FOMC دارن جلو میرن مسیر بسیار خوبی بوده. یک جای به نظرم انتقادی وارده که به نظرم باید یکی دو ماه زودتر شروع میکردن به تیپرینگ، دقیق میفرمایید، ولی از نظر نظری و تئوریک بنده برداشتم این هست که باید به سمت دنیایی حرکت کنیم که اصلا سیاست گذاری پولی توش نباشه. یعنی نرخ بهره رو به صفر برسون، نرخ بهره پایه رو صفر برسون، بذار برای همیشه صفر بماند. دقیق میفرمایید. حالا چرا؟ اتفاقا از خودم هم نمیگم، یعنی من خودم این نظر رو داشتم، ولی وقتی من در کلاس استیگلیس هم شرکت کردم، بالاخره استیگلیس برنده اول جایزه نوبل دنیاست. یعنی اگر بعضی حالا ممکنه بگن نه مثلا استیگلیس اول نیست، مثلا لوکاس اوله. خب من خدا رو شکر با لوکاس هم یک مباحثه یک زمانی داشتم. دقیق میفرمایید، استیگلیس خیلی برنده بزرگ جایزه نوبل. البته استیگلیس معتقد به این بود که اصلا نرخ بهره نباید خیلی کاهش داد. من نظرم فرق میکنه. من نظرم اینه که در همه کشورهای دنیا میتونن تورم رو به صفر برسونن، نرخ بهره به صفر رسونن، نرخ بهره پایه ها بعد همونجا نگه دارن، با استفاده از سیاست گذاری مالی بودجه ای سعی کنن تورم رو کنترل کنند. اشکالش چیه که نمیام اینو خیلی مثلا چیز کنم، انانس کنم، همه جا اعلام کنم. اشکالش اینه که هنوز ما در اون زمینه ادبیات قوی نداریم، تجربیات قوی نداریم. ولی به نظر من میشه به جامعه آرمانی رسید. همین جامعه امروز دنیا، همین اقتصاد امروز دنیا نسبت به اقتصاد پیشامدرن یک جامعه آرمانیه. اینو دقت بفرمایید، ما در اقتصاد 5000 سال قبل از انقلاب صنعتی و قبل از قرن 20 در 5000 سال ما رکود مداوم در اقتصادها داشتیم. دقت می‌فرمایید، در زمانی که خلق پول بانکی صورت گرفت، این بانک متعارف در دنیا اومد، نرخ بهره واقعی به صفر نزدیک شد. دقت می‌فرمایید، اینها رو اون از عزیزانی که الان دارن قانون در قانون بانکداری در مجلس تصویب میکنن که در توییتر براتون نوشتم. نوشتم اگر پول سراتی بود من هستم، فراموش نکنید. الان دارم بهتون میگم، به وزیر اقتصادم عرض کردم، به مشاور وزیر اقتصادم عرض کردم، به سه نفر من فعلا گفتم. بقیه نمیدونم اعتقادی باشه نباشه، اگر اعتقاد دارن به بقیه میتونم بگم. دقیقاً اگه پول سراتی بود ما هستیم. دقیقاً فهمه که شما با چه اندوخته دانشی و تجربی می قانون بانکداری می‌نویسید. شما که نیتت خیر بود، من که مطالعه هم که نیت شما خیر بود، ولی این کبر و غروری که ما داریم، آدم رو کبر و غرور در مقابل در واقع زمین زد، شیطان رو کبر و غرور زمین زد. دقیق میفرمایید، یعنی زمین خورده های زیادی در این دنیا هست. متاسفانه این داره ترکشش به کشور ما هم میخوره. برداشتی که من دارم این هست که سیاست گذاری پولی، این نکته رو بگم دیگه بعدا اگر خواستید بیشتر میتونم روش صحبت کنم دوستان، یا آفلاین یا اینکه در جلسات دیگر همینجا در خدمتتون باشم. ببینید، عرض کردم خدمتتون تمام دارایی ها بجز کریپتو تمام دارایی ها intrinsic value، همین مسئله بسیار خوبی که جناب شاهمرادی در مورد بازار مسکن امریکا الان اشاره کردن، چگونه ارزش ذاتی مسکن به دست میاد، جریان نقدی آینده رو شما در نظر میگیری، تنظیم میکنی با یک نرخ بهره، میرسی به قیمت امروز. مسئله اینجاست که افزایش و کاهش نرخ‌های بهره تأثیر بسیار جدی روی قیمت دارایی‌ها میذاره. وقتی قیمت دارایی حالا شما میگید که نزدک 35% کاهش پیدا کرد، کلیک 70% کاهش پیدا کرد، اینها تأثیر بسیار جدی بر پیشبینی پذیری اقتصاد، بر آرامش روانی افراد میذاره. بنابراین بنده به عنوان اقتصاددان پولی، به عنوان من 3-4 تا تخصص دارم، یکیش اقتصاد پولی، کامل آشنا هستم، میدونم چی میگذره. دقیقاً میفهمم، بنده خدمتتون عرض میکنم رشته خودم هست، ولی اگر بخوام برای آینده بشریت توصیه کنم، میگم از اقتصاد پولی به نحو احسن استفاده کنید، نرخ تورم رو به صفر برسونید، نرخ بهره رو به صفر برسونید، از اون به بعد دیگه از سیاست گذاری پولی استفاده
نکنید، سیاست گذاری پولی رو بذارید کنار. چرا؟ وقتی نرخ بهرتو از 0% میرسونی 4%، قیمت اسست شما، قیمت ریال استیت شما، قیمت کریپتو شما، قیمت تمام دارایی ها 30%، 40%، 50% کاهش پیدا میکنه. نوسان رو شما ادامه میدید. و یک صحبتی هم دوست ما، دوست عزیز ما جناب رجبی داشتند که من اینجا میخوام تاکید کنم، اونم این هست که این اقتصاد، اقتصادی که بحران رو با بحران پشت سر میگذاره، روی هم در واقع انباشت میشه این بحران ها. چرا تا امروز اینو از من نشنید در این کشور؟ دوستان عزیز، بنده که اقتصاددان متعارف که نبودم، اومدم ایران، ولی دیدم افرادی هستن در این کشور اقتصاد میآموزند که به اقتصاد ضربه بزنند، که اقتصاد رو بی اعتبار بکنند. دقیق بفرمایید، این هست که من، اگر شما دقت کرده باشید، از وقتی من ایران اومدم، هر چه نظریات هست، کتاب‌های اصلی اقتصاد رو تحلیل می‌کنم، تدریس می‌کنم. دقیق می‌فرمایید. ولی واقعیت جهان این هست که ما در دنیا داریم چیکار می‌کنیم؟ داریم بحران رو با بحران می‌پوشانیم. کی ممکنه وارد یک بحران خیلی بزرگ بشیم؟ نمی‌دونم. سوال من هم بود این موضوع که ببخشید میون کردم تو، چون یعنی سوال می‌خوام جهت بدم به صحبت. ما داریم مرتباً با توجه به سواد و پیشرفت علم اقتصاد، داریم مرتباً ریسیژن ها و بحران ها رو، دیپریشن ها رو داریم رد میدیم و یه جوری به نظر من داره هی اقتصاد شکننده تر میشه، یعنی ترتر میشه برای یک شکست بزرگ، برای یک نابودی گسترده. و یکی از اون چیزایی که من الان ترس دارم ازش اینه که ممکنه این دفعه این اتفاق بیفته، باز دوباره دیتا میاد، داده میاد، البته این توی تایم خیلی بزرگی است، باز دیتا میاد دوباره میگم نه این اتفاق این بار نمیفته، شاید بره رد بشه بعدش. حالا اینو توضیح بدید دکتر. واقعا من نمیخوام در جامعه ایرانی صحبت ها رو بکنم، چون افرادی که میخوان صدمه بزنند یا با ناآگاهی یا اصلا متاسفانه نفوذی هستن، صدا زیاده. دقت میفرمایید، خیلی از افراد میخوان صدمه بزنن. ما وقتی نقد میکنیم مثلا اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای غربی، بارها و بارها از مطالب خود بنده استفاده شده برای اینکه یک سیاست نادرستی رو در کشور به پیش بگیرن. مثال میذارم خدمت شما، چرا اقتصادهای غربی ممکنه در نهایت یک روزی اون پالیسی اسپیسی که خدمت شما عرض کردم بسته بشه، دیگه باز نشه؟ به خاطر سطح بدهی بالا. خب اینا میگن که اومدن در ایران مخالف اوراق هستن، مخالف بدهی هستن. ایران سطح بدهی دولت، سطح بدهی جامعه، سطح بدهی خصوصی، سطح بدهی شرکتی، سطح بدهی شهرداری بسیار پایینه، بسیار پایین. بعد ما دو نسلمون رو داریم از دست میدیم. دو نسل، دهه 60 و دهه 70 دارن از بین میرن در این کشور. من تأسف میخورم اینا رو میبینم. دقیقا از همین ابزار شما میتونست استفاده کنی، دقیقا مثل امریکا نرخ بیکاری رو برسونی به 4%، برسونی به 3%، و با توجه به ترکیب جمعیتی ما تا زمانی که پنجره جمعیتی بسته بشه به مدت 20 سال، 30 سال میتونست ادامه بدی. و اگر اقتصاد شما با اقتصاد عراق مرج بشه و در آینده با اقتصاد افغانستان مرج بشه، میتونی تا 60 سال پنجره جمعیتی رو باز کنی، باز نگه داری. این دلیل مبدل تحریم ها اینه. دقیق بفرمایید، کسی خبر نداره از این مسائل. من اولین بار دارم خدمت شما عرض میکنم. دلیل عمده تحریم ها اینه که قابلیتی که ایران به همراه چند کشور همسایه مثل ترکیه، مثل آذربایجان، مثل عراق، مثل افغانستان در وهله های مختلف توسعه، فرآیند توسعه داره، می تواند موجب شود که کشور ایران به همراه منطقه خاورمیانه به یک ابرقدرت رد اول دنیا تبدیل بشه. اینو ما در مورد آمریکا لاتین نمیگیم، اینو در مورد کل اروپا به خصوص اروپای شرقی نمیگیم. پیش بینی بلند مدت روسیه اینه که روسیه تجزیه بشه در این حد. دقیق میفرمایید، ما در مورد ایران میگیم. خب این سوالی که شما فرمودید من پاسخ بدم، بعد از خدمتتون دیگه مرخص بشیم ان شاءالله جلسه آینده اگر باشه، من که هستم واقعا افتخار من است. ببینید واقعیتی که داره اتفاق میفته این هست که احتمالاً از سال 2025 تا سال 2030 تا سال 2035 در این حدود دنیا، این پیری دنیا ظاهر میشه، پیری کشورهای پیشرفته ظاهر میشه، پیری فرتوت بودن اروپا ظاهر میشه. نه فقط این، چین از امسال روش جمعیتش منفی شده. خب کودکی که امروز به دنیا میاد 20 سال دیگه وارد بازار کار میشه، یعنی ممکنه اثر این در واقع اثر این کاهش نرخ رشد منفی جمعیت چین ممکنه 20 سال دیگه ظاهر بشه.
هرچند که رشد جمعیت هند تا سال 2060 احتمالا پیش میاد اینه که ادامه پیدا کنه. حالا ممکنه هند دنیا رو نجات بده، ممکنه کل این کشورها، یعنی نه فقط کشورهای غربی، ممکنه حتی چین با بحران جدی مواجه بشه. حتی پیشبینی های وجود داره که میگه در حدود سال 2100 جمعیت چین ممکن از جمعیت آمریکا حتی کمتر هم بشود. دقت کنید، یعنی ببینید چه دنیای متفاوتی رو ما در آینده خواهیم داشت. ما دنیا از سال شاید 1920 از جنگ جهانی اول تا سال 1920 تا سال 2020 100 سال اقتصاد دنیا با یک سری اصول و نرم ها کار کرده. ممکنه تا 10 سال دیگه این قضیه ادامه پیدا کنه، ولی یک روزی متوقف خواهد شد. روزی که موج بازنشستگان وارد اقتصاد بشود، یعنی اینها از اقتصاد خارج بشوند و مستمری بگیر بشوند، اون روز اقتصادهای پیشرفته با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. وضعیت ژاپن امروز رو خواهند داشت، پالیسی اسمیث بسته میشه. من متاسف هستم برای یک کشور در دنیا که بالاترین پتانسیل رشد رو در دنیا داره، بالاترین پتانسیل رشد رو در دنیا داره و متاسفانه با سیاست‌گذاری نادرست باعث شده که نسل جوانش به خطر بیفته، باعث شده که مهاجرت از کشور به صورت گسترده صورت بگیره. ما اگر علم رو در این کشور حکم فرما کنیم، من به شما قول میدم، حتی علارغم تحریم، من به شما الان جلوی بیش از 1000 نفر که در این لایو حضور دارن خدمت شما تعهد میدم که حتی علارغم تحریم ما میتونیم نرخ رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشیم. ولی وقتی پنجره جمعیتی بسته شد، وقتی کشور پیر شد، دیگه نمیتوانیم. و اون روز خدا نیاره روزی رو که ما نه اینکه از امریکا شکست بخوریم، ممکنه یک روزی ما از افغانستان جوان شکست بخوریم، کشور پیر ایران از افغانستان جوان شکست بخوره. متاسفم که آخر نکته منفی گفتم، ولی امیدوارم درسی باشه که شاید صاحب نظران درس بگیرن. یه نکته هم الان یادم اومد خدمتتون بگم. سال 1390 اولین بار اومدم ایران، تمام تلاشمو کردم که این قول قفته تورم رو اون زمان رو تمسخر میگرفتن. من جلسه شرکت کردم، با زحمت دوستان وقت گرفتن از جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اون زمان. ایشون میگفتن وقتی در جلسه هیئت دولت من مطرح کردم که یک فردی اومده گفته که ممکنه با ابر تورم مواجه بشید، میگفتن همه هیئت دولت زدن زیر خنده. میگفتن آقای روحانی گفته که اگر فلانی گفت تورم بالای 20% از جلسه بیا بیرون، ایشون حالش خوب نیست. دقیقا فرمایید چقدر بنده تلاش کردم جلوی این موج تورمی که امروز درش هستیم بگیرم و متاسفانه موفق نشدم. و تبریک میگم به اونایی که میخواستن به کشور ضربه بزنن. کارتون درسته، تونستید به اقتصاد ایران ضربه بزنید. خب این بحث دیگری. ما 30 میلیارد دلار، 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد میشد. حالا این برآوردام دقیق نیست، که ارز خانگی در کشور وجود داشت. این ارز خانگی بخش عمدش از سال 99 تا سال 1400 تبدیل به کریپتو شد. من تلاش کردم، باز رفتم جای مختلف صحبت کردم، هیچ کس حاضر نشد کمک کنه. گفتم مردم رو سوق بدید این کریپتو رو مجددا بفروشند و این افزایش ثروتشون رو حفظ کنند. این 30 میلیارد دلار شد 200 میلیارد دلار. ما جوانان ما در روستاها، در شهرهای کوچیک، من میشنیدم 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون تومان کریپتو داشتن. همین 10 میلیون و 20 میلیون و 30 میلیون اگر ما میتونستیم فرآیند معکوس انجام بدیم، تبدیل به دلارش بکنیم یا حتی تبدیل به سهامش بکنیم، بیایم سرمایه گذاری، حتی من توصیه کردم که شما بیاید صندوق کریپتویی را بندازید، از منابع این صندوق استفاده کنید، در داخل کشور سرمایه گذاری کنید. این کارم انجام نشد متاسفانه. متاسفم من تا حالا موفق نبودم در تغییر نگرش مسئولان کشور. من موفق نبودم، چون برداشتم این است که متاسفانه غرور میتونه انسان رو زمین بزنه. متاسفانه گوش شنوایی نیست. ولی افتخار میکنم که حداقل علم اقتصاد خرد، علم اقتصاد کلان، علم اقتصاد پولی و در آینده سیاست گذاری، در واقع مدیریت ریسک در آینده، حتی درس اقتصاد توسعه، من به علم روز دنیا در خدمت شما عزیزان قرار خواهم داد. جناب رجبی خبر دارن اقتصاد کلانی که ما درس تدریس کردیم، کتاب آقای بلانچارد 2 ماه بود بیرون اومده بود. میدونید کتابی که برای دانشجو، برای آزمون دانشجو دکترا در ایران در زمینه علم اقتصاد هست چه کتابیه؟ کتاب آقای برنسون قبل از 1980 نوشته شده. من اخیراً با دانشجویان
با دانشجو دکترا اقتصاد این کشور صحبت کردم، گفتم شما در درس توسعه چه کتابی رو خوندید؟ کتابی رو گفتم بنده آشنایی نداشتم. خیلی تعجب کردم، گفتم من عقب افتادم، این چطور یک کتابی در دانشگاه علامه قطب اقتصاد ایران کتابی در زمینه اقتصاد توسعه دارن تدریس میکنن من خبر ندارم. بنده رفتم در وب چک کردم، در گوگل چک کردم، دیدم 1978 نوشته شده. 1978 علم اقتصاد از 1980 به بعد دچار دگرگونی کامل شده. پس شما خیلی سپاسگزارم، ببخشید برای اطاله مطلب، ولی آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. واقعا برای من بهترین لایوی بود که تا امروز داشتم، احساس کردم هم کلام پیدا کردم. اگر شما افتخار بدید بندم در لایوهای آینده شما شرکت خواهم کرد و تلاش خواهم کرد. ببینید اگر تک تک ما ایرانیان موفق بشیم، اگر ثروت تک تک ما ایرانیان افزایش پیدا کنه، میتونیم کشورمون رو نجات بدیم. با این وضعیت که نجات پیدا نمیکنه که. انشالله شما بیا دست بدیم به دست هم دیگه، کمک کنیم، بخش خصوصی رو تقویت کنیم، تک تک ایرانیان چه داخل کشور چه خارج کشور اگر اطلاعات کافی داشته باشیم، اگر تحلیل درست داشته باشیم، انشالله همه بالا خواهیم رفت. سپاسگزارم. ممنون مهدی جان، ممنون شاهین جان، ممنون. قولو ازتون گرفتم که انشالله یه وقتی بذاریم که سر همتون خلوت باشه، مزاحم هیچ کدوم نباشیم، بحث رو ادامه بدیم. کمک کننده است. فکر میکنم 30 ثانیه وقت داریم شاهین جان. ما سربازیم، ما همه داریم برای این کشور شمشیر میزنیم. امیدوارم که با حضور آقای دکتر بتونیم موفقیت رو ملموس احساس کنیم. من تو این لایف جلو شما داشتم می نوشتم یادگیری های بنده است. افتخار بنده است. من دارم ادامه دادم و این افتخار به همه که بیشتر یاد دم شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قربان شما. یاری یاری یاری، مرحبت زیاد. سلامت باشید. خدا نگهدار.